نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی روز شنبه 15 ربیع الثانی سال 1446 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوال‌های حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با حکم حج رفتن افرادی که مستطیع نیستند و برای رفتن به حج از دیگران پول قرض می‌گیرند فرمودند: در روایت آمده که اگر انسان 10 بار با قرض کردن به حج رفت، حجت الاسلام محسوب نمی شود. معظم الله در ادامه فرمودند: رفتن این گونه افراد به حج با پول قرض بسیار ثواب دارد، اما اگر در آینده این فرد از لحاظ مالی توانمند و مستطیع شد، باید دوباره حج برود. ایشان همچنین تاکید فرمودند: اما اگر فردی که دارای توانمندی مالی بوده و در آن زمان حج نرفته و سپس فقیر شده، حج بر عهده اوست و باید به هر نحو ممکن به حج برود و این مسئله در عروت الوثقی هم آمده است. با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم. بله، گفتن این استطاعت اسمش نیست، مالکه اشاره نفرموده که من ملکه، فرموده من استطاعه. گفتن استطاعت به قرض نمیگن. همین میدونم بیان نکردن استطاعت یعنی چی، ولی حالا فقه ها تو عروه و شروح عروه داره استطاعت معنی عرفیه، معنی شرعی خاص نداره. اما استطاعت به قرض نمیگن، ملک میشه اما استطاعت اسمش نیست. مستطیع یعنی پول خودش، نه اینکه یعنی پولی که نه اینکه ملک شده ولو با قرض. مثلا بعضی فقها ها گفتن، اما قول نادریه ظاهرن، که اگر یه قرضی کرد 50 ساله، گفتن آها با این مستطیع میشه. اما تصریح کردن فقها ها که مطلقا استطاعت یعنی قرض نباشه.